درود و حرمت فراوان به شما دنبال کنندگان کانال نخبگان، خوشحال هستم که در این نوبت دیگر از گفتگو هم خدمت شما برگشتیم. به تازگی طرح به دادگاه کشاندن گروه تروریستی طالبان از سوی شماری از کشورهای اروپایی مطرح شده و این در با استقبال بی پیشینه مواجه شده است. فعالان و حقوق زنان و همچنان مردم افغانستان هم از نشانی های مختلفی از به دادگاه کشانیدن گروه تروریستی طالبان استقبال کردند و خواستند که این مستندسازی ها و این به دادگاه کشانیدن هرچه سریعتر بتانه که عملی شود. ما در این برنامه با بانو مسعوده کوهستانی که یکی از زنان مبارز و فعال بودن در طی 3 سال در از آدرس های مختلفی و از نشانی های مختلفی و مبارزشان در برابر گروه طالبان ادامه دادن و به خاطر حقوق زنان و دادخواهی پرداختن راجع به امی موارد صحبت می داشته باشیم. بانو کوهستانی، درود بر شما، ممنون از این که لطف کردین و بر ما فرصت گذاشتین. این گفتگو رو می خواهیم که از این بخش آغاز بکنم که شما چرا خواستین که در برابر گروه طالبان به مبارزه و فعالیت های مدنی بپردازیم؟ گروه طالبان برای نظر شما و در دریافت شما چگونه یک گروه بوده که شما خواستید در برابرش مبارزه؟ در چند جمله میخوایم که چگونگی و چرای ازیر پاسخ بتم. در قدم نخست درود به شما و به بینندگانتون و سپاس از ای که این برنامه را شما مد نظر میگیرین در حالت یا در عالم آوارگی بی سرنوشتی لاحقل صدای مردم شده و یک از امو دین انسانی خود را هر کدام ما به شیوه خود ادا میکنیم و باید ادا بکنیم و خاموش نشینیم در مقابل ظلم. قبل از 20 سال جمهوری بین المللی در کشور ما همه شاهد هستیم که در دور اول از این تروریست ها مردم به جرم هویت و زبانشان در زندان ها پوسیده شده و از بین می رفتن، که از جمله از خانواده ما هم دور نبوده. از خانواده ما هم بچه های خاله مامای خود مامای دوستایی را که میشناختم از سر سرک گرفته شدن و زندان پلوچرخی برده شدن و به بدترین شکنجه اونا مواجه شدن. بعد از رهایی زندان هر کدامشان مدت کوتاهی را اگر بعد از رهایی زندان او هم با رشوت که تمام زندگی خود را خانواده ما از دست دادن، فروختن، رشوت می دادن تا ای که از زندان رها می شدن، که مامای هم دمی جمله بود و روزی که به زندان می رفتیم و به چی وضع می آمد به چشم خود می دیدیمش که چی وضعیت داشت و جوانای کمرایشان بودن را گشته نمیتونستن، حرف زده درست نمیتونستن، شکنجه که اونا میشدن. بعد از مدت کوتاه اونا فوت کردن و به شکل ما چشم دید خودم میگم خرمنای گندم را بنا به هویتی که مردم داشت در ولایت پروان هر شب میدیدیم میسوختاندن، مردم را از خانه هایشان میکشیدن و من خودم کسی هستم که از دستم از خانه گرفته شده ما را بیرون کردن از خانه ما، بلغت زدن، برادر ما پیش چشمم زدن و میگفتن که برین اینجا، این وطن است، شما نیست، شما به ایران یا به تاجیکستان برین، چون این کشور از افغانا باید از باشه. و در 20 سال بین المللی جمهوریت زندگی مردم به دست خودشان نبود و عجل نبود که مردم ما به عجل عادی خود فوت کنن یا بمیرن. زندگی همه به دست تروریستا بود. همه شاهد هستیم زمانی که از خانه بیرون میشیم صبح به طرف مکتب یا دانشگاه یا وظیفه خدافیزی از این میکردیم که آیا ما دوباره خانواده خود میبینیم یا نمیبینیم. به می شکل از اون طرف که از مکتب، دانشگاه یا وظیفه که به طرف خانه می آمدیم با دوستا و همکارای خود خدافیزی از این میکردیم که آیا ما زنده برمیگردیم فردا میبینیم یک دیگر خدا یا نمیبینیم. بعد از هر انتحار همه ما دوباره زنده میشدیم. بطار کشتن مردم را. همه ما شاهد هستیم از
از نگین دنیای مجازی دور نمان. بعد از اینکه جمهوریت بین المللی بر از اینا تحفه داده شد، تسلیم داده شد، بیشتر از 3 سال میشه که زندگی مردم به سطوح آمدن. امروز مردم ما در داخل خانه خود بی خانه، بی سرنوشت آواره هستند. جدا از این که مردم ما بیرون از کشور در چی وضعیت هستند. همه ما شاهد هستیم. پس ما که هیچ گونگی ها، هیچ راه را در این موضوع پیدا نکنیم و چرا استاد هستیم در مقابل از این گروه تروریستی، دیگه کدام تعریف دیگه اینه مانده که دبارش باید صحبت بکنیم. جدا از موضوعات افراطیت، وحشت و دهشتی که دارن. بله، به نظر شما به عنوان یک بانوی دانش آموخته و همچنان فعال و مبارز، گروه طالبان چه تعریفی داره؟ چه دسته را میشه برای یا چه تعریفی را میشه برای طالبان مشخص مطرح کرد؟ از لابلای صحبتهای شما مطرح بود که شما بحث هویتی را هم در قبال طالبان مطرح کردین و همچنان بحث افرادگرایی و بنیادگرایی دینی را هم مطرح کردین. ولی اگر در تعریف خلاصه بسازین، برای شما گروه طالبان چه تعریف؟ از بطن و شروع دوره اولشون که مطلق خودشون بودن، از یک گروه خاص با یک زبان خاص که صحبت میکردن. من قبلا گفتم من کسی بودم که از دستم گرفته شد، یعنی من از زبان مردم نمیگم، از داخل خانه ما گرفته شدیم، کشیده شدیم شما برین که هی وطن جای افغاناست، از فارسی زبان ها نیست، فارسی زبان ها برن به ایران یا به تاجکستان. این بحث هویتی هست. برای همه معلوم است که اینا این بار اولشان غارت، چور، چپاول به طرف مردم فارسی زبان نیست. بارهای تاریخ تکرار شده و هنوز هم جریان داره. به جرم هویت مردم ما نه تنها که خرمنهای گندم هر شب می سوخت، تمام سمت شمال دیدیم که یک تخم را در یک ولسوالی می گذاشتین، هست 4 طرف می تانستین ببینید. نه تاکستان ماندن بر ما، نه باغ، نه درخت، همه را سوختاندن، همه را به آتش کشانیدن که تا امروز هم ثمرش ما می تانیم ببینیم در قره‌باغ، کلکان، فرزه، استالف، در تمام سمت شمال ما میتونیم ببینیم که قریجات ها چه قسم کردن. کاریزا امروز از بین رفتن. چه وقت از بین رفتن؟ دور اول از این تروریست ها از بین رفت. و به این شکل امروز اگر زندان ها را کس بره بررسی بکنه، ببینیم که به چی جرم. دقیقا همه شاهد هستیم چون از نگین دنیای مجازی دور نیست. همه میبینن که به چی جرم، حتی تطبیق فرهنگ خود را بالای مردم با ظلم تطبیق میکنن. جدا از موضوع زنا که وجود داره، میبینیم که چقدر امو فرهنگی که دارن مربوط به یک قوم خاص میشه، او را به دیگه مردم تطبیق میکنن، در حالتی که فرهنگ مردم ما نیست، تنها فرهنگ یک قبیله است. را شما اشاره کردن، من خودم به عنوان کسی که بر نخستین بار یک شناختی از طالبا پیدا کردم و متوجه شدم وقتی که متعلم مکتب بودم و کودک بودم، در صحبت با زنان روستاهایی که شما یک بخش از او رو در لابلای صحبتهایتون نام بردین، اونها بیشترین و بهترین دریافت و معرفی را از گروه تروریستی طالبا جنایت‌هایشان داشتن و صحبت میکردن که بعدها بخش از اون تعریف ها را من تانستم که در لابلای کتاب ها و صحبت ها ببینه و در 20 سال اخیر که از جریان عملات تروریستی و فجایع و جنایت هایی که گروه مرتکب شدن هم ما باش مواجه بودیم. گذشته از اینها، بانو کوهستانی، شما مبارزه زنان و مردم افغانستان در کلیت و به ویژه زنان را در 3 سال پسین در برابر جنایت های گروه طالبان چگونه میبینید؟ خودتان هم به عنوان یکی از زنان دادخواه، این دادخواهی ها را چگونه دریافتین؟ چقدر تانسته که مؤثر باشه برای آنچه که طالبان انجام میدن و باعث شود که دنیا بار دیگر متوجه شود و از غفلتی را که در پیش گرفت
گرفته بود و سکوتی را که در پیش گرفته بود و سکوتش آرام آرام بشکنه. خب باز هم واژه ها تکرار میشه، مجبور استیم تکرار بکنیم. خاموشی به این معناست که یعنی اطاعت قبول یک پدیده هست. زمانی که اگر ما خاموش باشیم باید سپاسگزار از دنیای مجازی باشیم و مخترع از این دنیای مجازی که صدای ما را به گوش جهانیان میرساند و این یک فرصت خیلی خوب است، چون در دور اول همه شاهد هستیم تاکستان ها را هیچ کس نتانست که به دنیا بکشانه نشان بده، کاریزار مردم نتانست نشان بده، او قدر جرمی که شد مردم را از خانه هایشان کشیدن، زنا درا ولادت کردن، طفلا را کشتن، دختر و زن مردم را چور و چپاول کردن. یعنی ای وقت دنیای مجازی نبود، از دید جهان دور بود. و ای که در دنیای مجازی امروز از جاده های کابل گرفته تا دنیای غرب مردم استاد میشه، صدای خدا بگونه در یک پیام، در یک تصویر، در یک ویدیو نشر میکنن، این خودش نشان دهنده از این است که مردم به هیچ وجه اینا را قبول نمیکنن. بزرگترین دستاورد و یا تأثیری که بالای از این گروه تروریستی کرده، همه شاهد هستیم که خیلی لابی های بزرگ خود را دارن اینا، تعلقات قومی که دارن اینا به هر صورتش میکوشن که بر از اینا راهگشایی بکنن و به گونه تعامل را با اینا با وجود بیارن که همه شاهد هستیم از سفرشان گرفته تا تعریفایی که میکنن به ولایتایی که میرن به رخ مردم میکشانن، گویا افغانستان گل گلزار است و مردم خیلی راحت و آرام و خوشحال است. امنیت پابرجاست، در حالی که امنیت بر کسایی که بنا به جرم هویتی که دارن اونا مجرم شناخته میشن امنیت ندارن، بر از اونا امنیت نیست، تنها به یک گروه خاص امنیت است. اگر همی دادخواهی های ما وجود نمی داشت، نمی بود، اینا نه تنها که به رسمیت شناخته می شدن بلکه خیلی دست باز می داشتن. با وجود از این که همه می دانیم که افته حتی به زبان جور نمیه که چی مقدار پولی را به اینا 40 میلیون دلار نمیفهم چقدر است بر از اینا پرداخته میشه و کمک های غیر مستقیم برشان میشه و غیر رسمی برشان حمایت میشه که تا امروز اینا به گرده های مردم حاکمیت میکنن و چکر میرن به کشورها و هر روز میبینیم با لباس های خیلی مفشن، با زندگی خیلی خیلی گزاف، در حالتی که در خانه های مردم نان پیدا نمیشه. همه شاهد هستیم که مردم اطفال خود را فروختن، جدا از اعضای بدنشان اطفال خود را فروختن به خاطر یک لقمه نان، به خاطر زنده بودن دیگه اعضای فامیلشان. مگر اینا را دیدیم گذشته از سفرهای گزافی که دارن به کشورهای مختلف، مصارفی را که از اونا میبینیم که چقدر مصارف میکنن، مثلا بندر پول در دستشان است، میرن توزیع میکنن و مردم، گویا ما به مردم رسیدگی میکنیم، در حالی که چنین چیزی وجود نداره و چیزی است که خون مردم را خورده و او را بر رخ مردم میکشانن، گویا اینا توجه به مردم دارن، در حالتی که تمام زندگی را از مردم گرفتن. بله، بانو کوهستانی، شما به تازگی هم در یکی از نشست هایی که به شمول زنان افغانستان برگزار شده بود در کشور آلبانیا اشتراک داشتین، میشه که یک مقدار از دریافت هایتان از لابلای این نشست و مخاطبان ما بگوین که کسانی که به نمایندگی از کشورهای خارجی اشتراک کردن، شما در موضع گیری های اونها در پیوند و طالبا چی دریافت های نوی را دیدین؟ آیا دریافت های تکراری بود که در طی 3 سال گذشته از آدرسی کشورها مطرح می شد، یا فکر میکنین که یک مقدار موضع تغییر یافته و حال آرام آرام دنیا هم همون نگاهی را که همون سکوتی را که در برابر طالبا در پیش گرفته بود آرام آرام در حال شکسته شدن است؟ خب کسایی که اشتراک کرده بودن بیشتر بیشتر
تمایل به تعامل با طالبان داشتن معلوم دار که اونا به خاطر نفع شخصی و تعلقات قبیلوی که دارن بیشتر بیشتر با فشاریشان سرازی بود که باید تعامل با طالبان یعنی صورت بگیره. یه از طرف زنانی که اشتراک کرده بودن یا کشورهایی که میزبان بودن و اونو نه خیر نی زنایی که اشتراک کرده بودن اینجا کشورها کس دیگه دخیل نبود، تنها تمام زنان افغانستان در اونجا بودیم که یک خوبی که در این نشست با وجود آمد و زنان را با هم وصل کرد، اما موضوع یا مسئله زنانه بود که یعنی اپارتایت جنسیتی عملا جریان داره و زنان به طور سیستماتیک حذف شدن. این خیلی نقطه مثبت و مشترک بین تمام زنان بود. منتها بس تعامل و دوبندی که اختلافی که وجود داره تا هنوز هم امو چیزی است که اونا با ترفندهایی که دارن یعنی گویا به مردم شاید یک کمکی از این کمک ها بچکن، در حالتی که همه ما میفهمیم این کمک هایی که بشر دوستانه که صورت میگیره هیچگاه به نفع مردم افغانستان نیست. 99% از این کمک ها برای فعالیت های تروریستی استفاده میشن. مثلا توسعه مدارس، مکاتب به مدارس تبدیل شده و هر روز هم شاهد هستیم که چقدر تروریست تربیه میشه، چقدر تروریست فارغ میشه. اینا تمامش بر از اون مسائل استفاده میشه و گذشته از مسائل افراطیت ایدئولوژی که اینا دارن، حتی اسلامی هم نمیتونه که آدم بگه افراطیت اسلامی، حتی در افراطیت اسلامی هم اینقدر ضد انسانیت و ضد قوانین بشری وجود ندارد. در هیچ نقطه دنیای اسلام هیچ در هیچ جایش اینقدر ضدیت با انسانیت وجود نداره که در ذهنیت از این اقوام وجود داره و اونامو ذهنیت قبیلوی را که دارن اونا را میخواهند تطبیق بکنن. جدا از این که در این افراطیتشان مصرف میشه این پولا، این پولا همچنان به خاطر هیش و نوش و چکر از یا استفاده میشه و همه شاهد هستیم که تمام سران از این گروه تروریستی چندین بار ازدواج کردن، حتی با دخترای زیر سن ازدواج کردن و همه شاهد هستیم که حتی مردهای 70 ساله با دخترای 12 ساله و اینا ازدواج های اجباری را انجام دادن و مردم هم مجبور شدن رو به این بیارن به دلیل از این که موضوعات اقتصادی خیلی مهم است و امروز زنا هیچ آید و هیچ کاری را ندارن. بعضی از روی مجبوریت، بعضی از روی جبر و تحمیلی که بالایشان میشن تن به ازدواج دادن. بله. راجع به نشست آلبانی اگر یک مقدار بیشتر از شما بدانیم که چه کسانی گفته که تلاش میکنن لابی بکنن و نحوه با گروه طالبان مشخص میشه که اگر نام بگینید یا اینکه اگر بگوییم که نفوذ از اونها در همین نشستی که بود چگونه بود، آیا اونها توانستن که موازی را که میخواستن به کرسی بنشانن و تایید زنان دیگر هم بگیرن یا خیر؟ خب گرچه که نفوذشان بیشتر بود با ترفندهایی که داشتن گویا اگر ما دادخواهی میکنیم که نباید که مساعدت بشر دوستانه صورت بگیره گویا مردم از فقر فاقگی میمارن، ما هم استدلال خود را داریم و دلیل از این که در 20 سال جمهوریت تمام زندگی مردم وابسته به دست امی تروریستا بود و امروز هم زندگی مردم وابسته به دست امی تروریستا هست. هیچگاه به نفع مردم نیستی مساعدت های بشر دوستانه. به این خاطر ما استادگی خود را داشتیم، کردیم و اعتراضات ما هم به می دلیل بود و تا هنوز هم او دوبند اختلافی تا هنوز هم معلق گذاشته شده مانده و بس روی زود جریان داره. بله. یکی از انتقادهایی که مطرح میشه در کلیت مقاومت و ایستادگی در برابر طالبان که در بخش‌های سیاسی، نظامی و همچنان مدنی وجود داره، وجود اختلاف یا اختلاف خونه ناهماهنگی است. در بخش مبارزه بانوان هم می‌بینیم که اگر به صورت سریع وجود نداره ولی خب نام‌های مختلفی می‌بینیم که این مبارزه اینها وجود داره تا اول یک چتر مشخصی
برای قوت بیشتر و برای انسجام بیشتر مطرح نشده. فکر میکنین که این دلایل ریشه در چی دارد؟ چرا امی انسجام حداقل در بخش مقاومت شکوهمند زنان افغانستان در برابر طالبان تنوز به میان نیامد؟ من فکر میکنم که شاید این پرسش شما خیلی جالب است به نظر من. به دلیل از اینکه در این 30 سال گذشته ما زنها در هر جای دنیا که وجود داریم، پراکندگی فیزیکی ما درست است که در کشورهای مختلف تمام مردم ما وجود داره. یعنی یک نقطه مشترک فیزیکی نیست که ما یک جای جمع شویم. منطقه دنیای مجازی همه ما را جمع کرده. همه ما در یک دریچه ها هستیم. بحث های خود را داریم و هر بحثی که میشه موضوع هشتگ ها، موضوع دادخواهی ها، هر کدام ما به نوع خود انجام میدیم. هیچ طور پراگندگی در دادخواهی ما وجود نداره. خوب اگر چتری شکل نگرفته و بنا به امو عدم موجودیت فیزیکی یا جغرافیایی هست که ما نمیتونیم، و دیگه بنا به عدم حمایت مالی هست، یعنی ما خود ما کدام کار یا کسب نداریم که بتونیم عاید داشته باشیم و یک نهاد شکل بدیم و در نهاد کسی را مستقر کنیم، موقف داشته باشه که برازو یک مقدار پول تا این شبکه بتونم متواتر کار بکنم. با وجود از اینکه همه ما متواتر پیوسته وابسته دادخواهی خود را داریم، منتها دوری به این دلیل است که ما در جغرافیای مختلف هر کدام ما مصروف زندگی های خود هستیم، مصروف درس. وقتی که اینجا بیرون از کشور هستیم نان ما اویزان نیست، هر کدام مصروف کار و بار و تلاش و یا آموزش زبان با وصف این همه قدر مسئولیت ها و مشکلات هایی که در بیرون از کشور وجود داره، مگر ما جدا از این دادخواهی نیستیم؟ یعنی ما قربانی میتیم. تا هنوز مثلا ما زبان یاد نگرفتیم به دلیل از اینکه بیشتر فوکس ما به دادخواهی است. اگر ما خاموش باشیم، خاموشی ما به است که دنیا هم خاموش می باشه و لبیک میگن بر از اونا. ما صدای مردم خود هستیم. بله بسیار خوب. و به عنوان پرسش آخری و جنبندی صحبت ها، قراره که در مقدمه هم گفتم 4 کشور طرح به دادگاه کشاندن گروه طالبان را مطرح کردند و این حالا میبینیم که از سوی بیش از 30 کشور مورد استقبال قرار گرفته. فکر میکنین که عملی شدن این طرح چقدر سرعت میبخشه آزادی دوباره افغانستان و حداقل باعث میشه که پروژه تروریسم در افغانستان به پایان برسه و ما گواه پایان جنایت ها و ظلم گروه تروریستی طالبان در افغانستان و بر مردم افغانستان؟ ممنون، سپاس. در کنفرانس آلبانیا موضوع خیلی مهمی که مطرح شد از طرف تمام زنان، عدم به رسمیت شناختن از این گروه تروریستی بود که نباید اینا به رسمیت شناخته شوند و دیگه اپارتاید جنسیتی باید از به رسمیت شناخته شوند و نسل کشی از آره ها، این چیزایی بود که تمام ما بالایش موافقت کردیم و این باید از که انجام شود و جهانی را بپذیرد. با وجود از اینکه از گذشته به این طرف روی از این موارد فعالیت های بسزای وجود داشته، به ادامه امو فعالیت ها ما بیشتر و بیشتر تمرکز خود بالا ازی کردیم. بعد از کنفرانس آلبانیا اما دیدیم که بیشتر از خانمایی که در فعالیت های سیاسی در گذشته داشتن و در فعلا معترضین بودن در پارلمان اروپا دعوت شدن و اینا هم خیلی شجاعانه و با تمام خواست هایی که داشتن این موارد مطرح کردن که یعنی از گذشته به این طرف این موارد بوده، باید جهان این موارد ما را مد نظر بگیره که خوشبختانه این یک اندازه چراغ سبز بود بر ما. به این دلیل میگم که خوشبختانه یک اندازه چراغ سبز بود، به خاطر از اینکه ما همیشه رنج دیده هستیم و تا هنوز هیچ طور کار مثبتی صورت نگرفته که ما خوشبین باشیم. امیدوار هستم که کشورها جدی
عمل بکنن، چون ما امروز مردم آواره بی سرنوشت هستیم. هیچ چیز به دست ما قرار نداره که بتانیم از نگاه پالیسی سازی و از نگاه کارهای عملی که در یک دفتر کار بکنیم بتانیم مورا جامعه عمل بالاش پوشانیم، یک رسمیت داشته باشیم. به این خاطر خوشبین به این هستیم که این کشورها بتانن این کار جامعه عمل بپوشانن و این تروریست ها را به دادگاه بکشانن، چون اینا قاتلین مردم هستن و در پلوی از این که قاتلین مردم هستن و اپارتاید جنسیتی را رسمن اینا تطبیق کردن و این فرهنگ خود دانسته اعلان کردن بر جهان که اینمی فرهنگ ما هست، جای زنان داخل خانه و یا به داخل گوهر هست، در حالی که چون این چیزی فرهنگ ما نیست و اونایی را ابلاغ کردن به همی بهانه زنان را به طور سیستماتیک از تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی حذف کردن و این خودش یک اپارتاید است و این اپارتاید باید از برسمیت شناخته شود. زمانی که اپارتاید برسمیت شناخته شود و اینا به محکمه کشانیده شود من حیث مجرم، واضح هست که پایه های تروریست در جهان از بین میره. به دلیل از اینکه امروز کشور ما مرکز رشد و حمایت تروریست ها تبدیل شده. بله، بانو مسعوده کوهستانی از زنان مبارز افغانستان صمیمانه سپاسگزار هستیم که به ما فرصت دادین و صحبت کردین.